اگه کاری برام پیش نیاد میام دنبالت با هم برگردیم استانبول، باشه؟ باشه، منم برنامه‌ها با تو هماهنگ میکنم. خوبه، باشه. اینجاها یه رستورانی چیزی بود، میریم اونجا غذا میخوریم. باشه، خیلی هم خوب میشه اینجوری که میگی. بذار منم یه چیزی بگم. چی؟ خوب، حالا که تنها میشیم میشه یه کاری کرد. چه کاری کرد؟ خب بالاخره الان تو منطقه توییم دیگه. خیلی خوب. خب اونی که تصمیم میگیره تویی. به اینم تو باید فکر کنی. خوش اومدین گونش خانم. صبح بخیر جوونا. سلام گونش خانم، خوش اومدین. من عاشق سورپرایز کردنم. صبحتون بخیر. بفرمایید بهتون خبرای جدید بگم. آره اومدم خبرا رو ازتون بگیرم. اینا رو از اینجا بردار لطفاً، دوباره دکورشون کن. اون قابا رو میتونین اونجا استفاده کنین. از اینجا به بعدم میسپرم به نظر خودتون. اینا چیه اینجا آویزونشون کردی؟ اصلاً دوستشون ندارم. اینا رو از اینجا برشون دار. یه سری لباس شیک و قشنگ بیار اینجا باشه. اینا نباید اینجا باشن. اینا رو برشون دار ببر. سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟ آره خب تو زودتر از من اومدی، خجالتم دادی. باید مغازه رو من باز کنم ها؟ آخه دیشب حساب رسی داشتیم، واسه همین دیر اومدم. کاش به هم خبر میدادی. ببینم چه شمارشی انجام دادی. خب شمارش انجام دادم. مگه من اومدم اینجا باز رسی؟ ای خدا، این برای یه کاری داشتم دختر. گفتم حالا که تو اینجا اومدم یه سری به شما بزنم. باشه عالیه، یه لحظه صبر کن عزیزم، بگو دو تا قهوه واسمون بیارن. راستی یه چیزی بپرسم، تو این شمارش آخری متوجه شدی که داره دقیقاً فروشمون بالا میره؟ میخوام لباسه خونگی هم طراحی کنم، برای لباس شنام یه فکری دارم. عالی میشه، راستشو بخوای من تو این فصل خیلی فروش داشتم. چرا؟ چون طراحی بنده بوده. فقط من میتونم یه نگاهی به انگشترت بندازم؟ بگو ببینم آخه تو همچین انگشترهای قشنگی رو از کجا پیدا میکنی ها؟ خب راستش اینو یه دوست پیدا کرده، من پیدا نکردم. دوست؟ نکنه انگشتر نامزدیه؟ نه عزیزم، چه نامزدی؟ انگشتر نامزدی نیست، ولی خب اون دوست خیلی برام خاصه. اوه بگو انگشتر نامزدی من بعد از این میادش. چرا چرت و پرت میگی؟ همچین چیزی نیست. یه دفعه چی شد؟ دلارا منم میخواستم باهات صحبت بکنم. خوشحال شدم که دیدمت. خیلی خوب حرف بزنیم، حرف بزنیم. خب چی بگیم؟ میخوای در مورد آدم درد و دل کنم؟ تو خونه سنم نمیخواستم کاری بکنم که بهت حس حماقت دست بده. خب یعنی نمیدونستم چی بگم یا چجوری بگم. تازه اون موقع وقتش هم نبود عزیزم. واقعا فکر نمی کردم که اونجا با هم رو در رو بشیم. ببین من واقعا متاسفم، جدی میگم خیلی متاسفم، ولی مسئولیتی در قبال این اتفاقات ندارم. وقتی با آدم آشنا شدم نمیدونستم متأهله، خیلی بعدتر فهمیدم، زمانی که تاریخ طلاقتون مشخص شده بود. برای همینم مشکلی واسه ادامه ی رابطه ندیدی؟ در واقع متوجه این شدم که بودن یا نبودن من تغییری تو رابطه شما ایجاد نمی کنه. خیلی خوب باشه، خیلی هم عالی. خب پس ما الان چه صحبتی با هم داریم؟ تو چی می خوای بگی؟ من فقط می خوام کارم رو توضیح بدم، چون فکر می کنم تو اشتباه برداشت کردی. فقط همین. متوجه ای؟ نه، تو فقط میخوای وجدانت راحت باشه. ببین دارین بچه دار میشین، اینجور که معلومه یه مدت دیگه منم این ورا هستم،
به نظرم چه خوب چه بد ما همدیگر رو میبینیم. من مسبب جداییتون نیستم. اول اینو تصحیح کنم، ما داریم بچه دار میشیم، آره، ولی فکر نکن که تو اون محیط جایی خواهی داشت. آره، بابای بچه آدمه، به هر اندازه‌ای که قانون اجازه بده میتونه بچه‌ش رو ببینه، ولی من اجازه نمیدم تو زندگی بچه‌م سردرگمی دیگه پیش بیاد. الان تو خیلی نگرانی به خاطر عذاب وجدانت، تو این موضوع خیالت راحت باشه، چون آدم یکی به پررویی خودش پیدا کرده. آه.